یه جمع میگیرم یه گرفته دیگه یه کاش بشه یه باری به سرم زدم گفتم آقا بشینم یه زدی بیرو آقا عجب مثلا روخ خوشگل میگیره بیروز بزرگ من چقدر سبک و خوشگل شده مصیبت شده بابا خدای اشتباه کنم یه اینو جا بدم حالا اشتباه کردیم کار انجامه که دوباره این کارو تکرار میکنیم از بس کلاه بزرگی سبود ولی بزرگ اینجوری بزرگ بزرگ یه ترکون همه گیره دیگه چون های نوادی جز نوره اصلا میشه من جز پرده اصلا میشم هر هواپیمایی رو داشتیم نمیدونم پرواز دادیم نمیدونم قبلش چیز درست کرده بودیم اسمش چیه سیفای بود نمیدونم سه موتوره و چهار موتوره و از این کار عجیب غریب زد یه بار به سرم زد گفتم آقا بشینم یه هواپیمایی بسازم سبک ولی بزرگ کلا هواپیما که میسازی دستت به ساخت که میره دوست داری یه چیز هیولا بسازی یه چیز قلمبه بسازی یه چیز بزرگ بسازی بعد بدنه رو ساختم دیدم یه بدنه یه مثلا دیراز بزرگ و خیلی رو دستت میگیری میگیم عجب سبکه آقا عجب خفن کار کردی و چرخای عقب روی بال بود حالا میخواستم بال رو بسازم گفتم خوب آقا بال هواپیمای مثلا مسافربری نست این بالش صاف نیست بالش اندازه یک ذره رو به سمت بالاست سی فایبر رو به سمت پایین بود این رو به سمت بالاست هواپیما مسافر همینجور بالش رو به سمت بالاست خلاصه خیلی خوشگل و سبک از آب در اومد بال از فوم بورد بود ولی روی بال فوم بدن هم کلا فوم اینجوری یعنی ساخته بود و درست کردیم و آوردیم سر زمین میخواستیم پرواز بدیم خوردیم به تور آقای نوابی آقای نوابی بعد یه پرواز رفت دیدیم آقا این اینجوری بر پر پر میزنه الیویتور یعنی یه سیخ اومده از این برای الیویتور از رادر رد شد رفته به اون برای الیویتور چیه سیخی کباب ولی حامد یعنی اصلا متخصص اینجور کار هست یک چیزی رو انجام میده خب که اصلا تو به عقل جنم نمیزی که با همچی چیزی میشه این کار کرد با حامد رفتیم سر زمین پرواز و یه پروازی دادیم و حامد گفت آقا این مثلا فلان بعد تصمیم گرفتیم که بریم تو کارگاه حامد اینو رنگامیزی کنیم آقا حالا با فوم رنگامیزی کنیم خب رنگ اکثرا فومو میخوره فومو خرابش میکنه خب چیکار کنیم چیکار کنیم آقا روکش بزنیم روکش روز رنگ گرفتیم رفتم از تو خونه روز رنگ گرفتم زدیم دیدم آقا عجب مثلا رخ خوشگلی پیدا کرد دو موتور بود بعد هر کدوم از باتری ما پشت موتور میخورد موتور داشت دو تا اسپید داشت دو تا باتری داشت کلا جدا بودن کاملا جدا یعنی همه چیز دو تا موتور دو تا باتری دو تا اسپید دو تا همه چیز دو تا گفتم آقا خیرش ببینی دیگه بزن بریم بسم الله یه چی دیگه اومدیم با آقای حسنلو کاور رو گرفت آوردیم کارگاه کاور زدیم تقریبا 3-4 متر کاور مصرف کرد آره کاور زدیم کاورا رو زدیم و دوباره بردیم برای تست آقا مجیدی یکی از مدلرهای زمین پرواز اومد و حالا یه ذره در مورد هواپیما صحبت کردیم بعد یواش یواش بحث بالا گرفت که این هواپیما رو اگه میتونید لانچ بکنید ما هم به قولی حالا اشتباه کردیم این کار رو انجام دادیم ولی سر لج لج بازی و حالا به قول معروف یه ذره کلکل خودمون بین بچه های زمین پرواز هواپیما رو برای اولین بار ما لانچ کردیم. آجی زنده چیکار کردی؟ آجی گرفتی بازه؟ تو وایبر اینو برای من بذار. یه بار دیگه حسن لو اینو نتونستیم بگیریم. بیا جلو. گرفتم. بیا جلو. استاپ کن از اول. مجید هم کسی کلن آدمیه که دوست داره چلنج ایجاد بکنه خب؟ آره شما فلان این که فلان اینجوری بند خدای اومد هواپیما رو لانچ کرد آره شما هم میتونی اینم لانچ کنید آخو پدر آمرزده کی هواپیما 2.5 متری رو مثلا لانچ میکنه هیچی ما هم چون چند پرواز قبلش رفته بودیم از میزون بودن هواپیما خیالمون راحت بود که میزونه هیچ مشکلی نداره شروع کردیم با همون چیزه با حامد اینو لانچ میکنه فلان حامد هم که همیشه آماده اینجور چیز هست یعنی حامد هم
آماده چالش ریسک منم همیشه میگه آقا فوقش میخوره زمین دیگه ولکن بابا ما که خیالمون راست تا حالا هواپیما بدون گندگی رو انصافا هم لانچ نکرده بودیم. مثلا از لحاظ تئوری هواپیما، تئوری آیرودینامیک اصلا هواپیما بدون گندگی قابل لانچ نیست. نمیتونی با دست لانچش بکنی چون سرعت نمیگیره که. ولی خب من موتور رو روشن کردم. حامد با دست همینجوری دیگه خیلی هم با ضربه نمیندازه. خب آروم همینجوری با همینجوری آروم این ارتفاع گرفت رفت بالا. هدفمون هم فقط لانچ کردن بود. لانچ و لندینگ. فقط برای اینکه بگیم آقا ببین با دستم لانچ میشه کرد هواپیما، یعنی اونقدر ما درست هواپیما رو میزون درست کردیم حتی حاضریم ریسک بکنیم هواپیما بی گندگی رو با دست لانچ بکنیم، یعنی اونقدر از کار خودمون مطمئن بودیم. حتی هواپیما رو فهمید لانچ کرد راحت رفت و یه دور زدم اومدم دوباره نشستم دوباره مجید هواپیما لانچ شد و پرواز کرد. واقعا پرواز خوبی هم داشت همون با اینکه لانچش کرده بودیم. هواپیما نشست، آقا مجید دوباره صدا کرد که دوباره این کارو تکرار بکنی. مثلا میگه شانسیه، شانسی. دفعه دوم هم ما این کارو تکرار کردیم، دفعه دوم اتفاقا خیلی بهتر از دفعه اولی، هم تو تیک آفش هم تو لانچش بهتر شد و بهتر از اینکه توی لندینگش خیلی هواپیما خوشگل‌تر نشست روی زمین. بعد دیگه آقا مجید به آقا اسدالله هم یه تیکه‌ام انداخت. ببین حالا بیا بگو ترکا نمیتونن هیچ کاری درست انجام بده، بیا ببین بیا آقا این نرازی چون آقای نوابی جز لورا حساب میشه من جز ترکا حساب میشم. من میگم بیا ببین باز بگید که ترکا نمیتونن، مجید خودش هم ترکه، بگو بیا ببین حالا هی میگن ترکا نمیتونن کار درست انجام بده، بیا اصلا لانچ کردن چه ایرادی داره؟ چرا هواپیما رو لانچ نمیکنیم؟ بقیه هواپیما رو لانچ نمیکنن از زمین بود میدونم بیا حالا داستانش به یه سرعتی برسه که خودش تکاف بکنه، چون خطر کرشش خیلی کمتره زمانی که خودش تکاف میکنه میره. خب خودش تکاف میکنه چه اتفاقی میفته؟ بخاطر اینکه اون بادی که داره از روبرو میاد از موتور داره میگیره میده روی بار، اون باعث میشه که اون حالت آیرودینامیک و اون لیفتی که باد ایجاد میکنه روی بار باعث میشه که هواپیما از روی زمین تکاف میکنه راحت تر از زمین بلند میشه. دیگه ارزم بزرگت که من ارزم. خب حالا این چیزی که برای من جالب بود اگر تو دور و دوم نگاه بکنی تو ویدیو کاملا مشخصه، با رادر من دور میزنم با الران نه، یعنی هواپیماه اینجوری نمیچرخه دور بزنه، در این هواپیما مسافر بری، یعنی یه ذره جو گرفته خواستم یه حالت واقعی هواپیمای واقعی هیچ وقت اینجوری دور نمیزنه مسافر کله پا بشن. هواپیما اکثرا با رادر دور میزنه. خب هواپیما مسافر متوجه نشه که هواپیما دور داره میزنه. بگو. تو اینجا 787 دست پرتابه. خطه ترکستان عزیزمون. خوب آقا. بعد بگو ترکا نمیتونن هیچ کاری درست انجام بدن. بفرما. غیر از اینه مگه؟ خیلی قشنگ سبک ساخته. آره. چرا نمیپره؟ خواستیم دوباره لانچ کنیم دیگه. نه کلا تو زود میشینه. زود میشینه دوباره لانچ کنن. کرم بریزن. شوره. منم این همون الان اگه ببینید تو دور دوم موقع که اینجوری دارم از جلوی ساختمون رد میشم با رادر دور میزنه هواپیما صافه. هواپیما اینجوری یا اینجوری نمیشه. هواپیما صافه. آروم اینجوری داره دور میزنه با رادر آروم اومدم. خواستیم دوباره لانچ کنیم دیگه. نه کلا زود میشینه دوباره لانچ کنن. کرم بریزن. و موقع نشستنم دقیقا موتور رو به اندازه دادونه که موتور داشته باشم ولی هواپیما بیاد پایین. تنتی یهو خودشو ننداخت. هواپیما موتور داشت یه ذره اومد پایین یک ذره الیویتور چرخ جلو اومد بالا. این هواپیما مسافر بری اصلا اون تالا فکر میکنم بالای 200-300 بار فقط اون تیکه آخرش اینجا آروم عین مسافر بری میشینه رو زمین و آروم اینجوری حالت انداب کلنگی راحت میشینه زمین رو میشینه بشنگ نمیخونه. چرا؟ خواستیم دوباره لانچ کنیم. خیلی اون
حس جالبی ها. هواپیمای معمولی شما نمیتونید اونجوری تیک آف لندینگ بکنه. هواپیمای معمولی اصلا فرق فقط بشینه میتونه مگه راحت اینجوری با خیال راحت بیاد حالا چرخ اینجوری یا آروم بیاد بشینه چرخ عقب بشینه و چرخ جلو بشینه راحت اصلا همچین چیزی نیست. اونم کجا تو خاک خوده چی کرد سنگ و کلوخ و بیمگوندگی تارو نداره میزنه میترکونه همه جیره دیگه. ولی خب ما با توم این هواپیما سبک در این حال مقاومی که تون خاک کلوخه حداقل پاله 50-60 پرواز داشت فقط تون خاک کلوخه. یعنی هی پرواز حامد پرواز دادم پرواز حامد پرواز دادم پرواز یه باتری بزن آقا باتری رو آماده کن. اون دیگه تو شاخش بود اون از همه هم میمدن اون هواپیما از دست بزرگ بود تو چیکار همه میدن از دور میریزن آره مثلا بریم ببینیم این چیه. تماشاگر اون بوینگ بیشتر از هواپیمای دیگه در از دست گولاخ بزرگ بود. بعد از باشم سبک خیلی راحت پیش راحت میرفت راحت میومد خیلی هواپیمای خوبی و سبکترین هواپیمایی بود که نسبت به طول بالش سبکترین هواپیمایی بود که تا اون زمان ما ساخته بود.